شبی که امام حسین سلام الله علیه متولد شد، 5 خطاب از ذات مقدس حق صادر شد. خطاب اول به مسئولین و مأمورین بهشتی که بهشت را زینت کنید، حسین آمده. فضائل علی ابن ابی طالب: اگه همه برگ درختان ورق گردد، خود درختان قلم گردند، دریاها مرکب، جن حسابگر، انسان نویسنده شود، فضائل علی ابن ابی طالب را نمیتوانند بنویسند. صلی الله علیه. مال 14 معصوم است و بس. اللهم صل علی، فقط بر پیغمبر و آل پیغمبر و بس. الا یه گروه را پیغمبر اضافه میکنن، از خودشون میدانن، اونم گریه کنا امام حسینن. علا و صل الله علی الباکین علی الحسین. یه احیاء امر به اینه که بیدیم زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت اهل بیت علیه السلام، زیارت امامزادگان جلیل القدر. اینا احیاء ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. علمی که آخرش بندگی بیاره ارزش داره، علمی که آخرش خداشناسی و اطاعت بیاره ارزش داره. لذا زرنگا کسانی هستند که اگر طب میخونه از راه طب خداشناس میشه، از راه مطالعه جامعه و طبیعت معرفتش به خدا بیشتر میشه. اقتدا کن، یعنی حکم خدا تو زندگیت حرف اول و آخر رو بزن. همچی خدا نی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، الصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل رسله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. السلام على ائمه الهدى ومصابيح الدجى وذوي النهى وكهف الورى. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان ارواح نافدا و برای ظهور و فرج حضرت صلوات بلند عنایت کنید. در ادامه زیارت جامعه به فراز دیگر و سلام دیگری میرسیم. محضر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و اون عبارت این است: السلام علی ائمه الهدى. سلام بر امامان هدایتگر، امامان هدایت. و ان شاء الله در ادامه بحث عرض خواهیم کرد که هدایت جز از طریق اهل بیت پاک و معصوم پیامبر ممکن نیست، و کسی که بخواد به مراحل عالی کمال و سعادت برسه باید دو زانوی ادب محضر ائمه معصومین بزنه و معارف رو از این بزرگواران کسب کنه. اما از باب مقدمه بد نیست درباره ارزش و اهمیت ارشاد و هدایت و هدایتگری روایاتی رو خدمت شما تقدیم کنم. در روایت داریم که بهترین خلق خدا اون کسی هست که بیشتر دلسوز جامعه هست و در صدد هدایت هم نوعان خودش. افضل الناس امشاهم فی ارض الله بالنصیحه. نصیحت در زبان عربی به معنای خیرخواهیه، ترجمه فارسیش میشه خیرخواهی. بهترین خلق خدا اون کسی هست که خیرخواه
هم نوعان خودش هست، بی توجه به جامعهش نیست، بی توجه نسبت به فرزندش، بی توجه نسبت به همسر، بی توجه نسبت به همسایه نیست و سعی میکنه نسبت به اونها نقشی داشته باشه. در روایت داریم که معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی الحیطان فی البحار. کسی که معلم خیر است، یعنی یه سخن خیری رو به دیگری آموزش میده، یه کلمه سودمند رو به دیگری تعلیم میکند، همه چیز در عالم برای او استغفار میکند. یستغفر له کل شیء حتی الحیطان فی البحار، حتی ماهی های درون دریا برای معلم خیر استغفار میکنن، برای او از خدای متعال خیر میطلبن، برای او مغفرت میطلبن. ملائک آسمان همینطور، همه ی حیوانات همینطور، آنچه در آسمان و زمین هست برای کسی که دنبال هدایت مردمه، دنبال امر به معروف و نهی از منکر هست، همه موجودات عالم براش استغفار میکنن. خیلی این مقام مقام بلندیه، مقام معلم الخیر، کسی که در صدد آموزش دادن یک نکته سودمند به دیگران هست. و جمله امیرالمومنین علیه السلام، جمله پیامبر به امیرالمومنین هم در این زمینه مشهوره که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی لئن یهدی الله بک نسمه خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر خدای متعال یک نفر رو به واسطه تو هدایت کنه، یعنی واسطه ی هدایت تنها یک نفر باشی، بهتر است برای تو از آنچه که خورشید بر اون تابیده. خیر لک مما طلعت علیه الشمس. بازم جمله جمله خیلی عجیبیه. هدایت یک نفر برتر است از همه ثروت‌های عالم، آنچه که خورشید بر آن میتابه. هدایت یک نفر نزد خدای متعال ارزشش بیش از اینه. این مقام هدایت و هدایتگریه، این ارزششه که بسیار بسیار نزد خدای متعال با ارزشه. نکته دومی که در این زمینه هست اینه که مسئله هدایتگری خاص به یک گروه نیست، انتظار و توقعی نیست که فقط از یک گروه خاصی بره که اینها هستن که باید منشأ هدایت باشن. نه، همه ما نسبت به همدیگه مسئولی. من نسبت به شما مسئولم، شما نسبت به من مسئولی. قرآن کریم میفرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین نسبت به همدیگه ولایت دارن. این ولایت چه ولایتیه؟ این ولایت فرمودن ولایت ارشاد، ولایت راهنمایی، ولایت امر به معروف و نهی از منکر، ولایت دعوت به خیر. من نباید بی تفاوت نسبت به شما باشم، شما نسبت به من همینطور. همه نسبت به همدیگه وظیفه داریم، ولی همدیگه هستیم، ولایت بر همدیگه داریم. این ولایت یعنی این که به هر حال باید گاهی اعمالش کرد، اونجایی که زمینش هست، شرایطش هست، همدیگر رو ارشاد کنیم به راه خیر. اگر میبینیم در خطا هستیم، یکدیگر رو تذکر بدیم. فذکر ان نفعت الذکر، تذکر گاهی از اوقات واقعا مؤثره. پس بنابراین مسئله ارشاد و هدایت عمومیت داره. پدر باید فرزندش رو نصیحت کنه، گاهی فرزند باید در صدد هدایت پدر و مادر باشه. نمونه هاشو ما هر دو نوعش رو در قرآن کریم داریم. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام نسبت به عموی خودش آذر میبینیم ارشاد میکنه، هدایت میکنه، البته با ابزار خودش، با ابزار لطف و محبت که انشالله اشاره میکنم. اگر کوچکتری میخواد بزرگتر خودش رو راهنمایی کنه، باید خیلی مسائل رو دقت کنه. حضرت ابراهیم عموی خودش رو نصیحت میکنه، یا ابته لمت تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. عمو جان چرا، که در زبان عربی گاهی به عمو پدر گفته میشه، و این آذری که بت پرست بوده پدر حضرت ابراهیم نبوده، چون در باور ما مسلمان ها این گونه است که پدران انبیا نسل در نسل موحدن،
ممکن نیست پدر پیامبری بت پرست باشه و از بت پرستی یک پیامبری به دنیا بیاد. این جزء باورهای مسلم شیعه است. این عموی حضرت ابراهیم بوده که حضرت ابراهیم داره نصیحتش میکنه و به اون میگه که اینها به درد تو نمیخورن، نه به درد دنیا و نه به درد آخرت تو، هیچ نفعی برای تو ندارن، چرا اونها رو عبادت میکنی؟ نهی میکنه، اما خب با ابزار لطف و محبت. در شهر مشهد یک تاجری بود به نام عباس قلی خان، ثروت زیادی داشت، اموال زیادی داشت. یه روزی صبح زود قبل از طلوع آفتاب داشت میامد حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. پسر او هم چراغ گرفته بود جلوی باباش را میرفت. قدیما که مثل حالا برق و اینها نبود، معمولا شخصیت ها یک کسی داشتن که براشون چراغ دست میگرفت، چراغ کش اونها بود، جلوی اونها میرفت که اینها راهشون ببینن. نزدیک حرم امام رضا علیه السلام که رسیدن، عباس قلی خان به پسرش گفت پسرم این کاروانی که سمت چپ ما هست، این کاروان سرا، این مکان مال من هست و تو هم میدونی و محلیه که میان خرید و فروش میکنن و اینها، من دوست دارم بعد از مردنم تبدیل به یه مدرسه بشه که در اون قال الباقر و قال الصادق گفته بشه، که وقتی تو خانه قبر منو میگذارن در اون تاریکی و ظلماتی که هیچ کسی به داد من نمیرسد، نوری از این مدرسه به قبر من بتابه و قبر منو روشن کنه. داشت به پسرش میگفت. اما این پسر یه پسر زیرکی بود، یه پسر فهمیده و دانشمندی بود، ارزشمند بود. واقعا اگر کسی یه همچین فرزندی داره، از هر ثروتی تو عالم ارزشمندتره. این چراغ برد پشت سر باباش، شروع کرد راه رفتن. باباش گفت پسر چرا چراغ بردی پشت سر من؟ من چراغ میخوام جلو راهم رو ببینم، پشت سرم چراغ میبری به درد من نمیخوره، بیا جلو راهمو ببینم تو چاله ای نیفتم. گفت پدر جان اگر میخواهی خانه قبرت روشن شود، از حالا که زنده هستی خودت آستین بالا بزن و خودت اون کارهایی رو که میگی انجام بده، نگذار برای اینکه بعد از تو دیگران بیان، ورثه بیان این کار رو بکنن، خودت بگو بسم الله. ببینید پدر رو داره نصیحت میکنه، اما پدرم پدر فهیمی بود، حرف حق رو میپذیرفت حتی اگه از فرزند کوچکش باشه. و بابا راست میگی، چرا من بگذارم برای بعدن؟ چرا وصیت کنم؟ خودم انجام میدم. و از همون روز مشغول شد و از همون روز مشغول ساختن اون مدرسه شد که تا الانم این مدرسه هست. نزدیک حرم امام رضا علیه السلام یه مدرسه قدیمی هست که از آثار باستانی و اینها شده، مدرسه عباس قلی خان. پسر اما با یه حرکت چراغو میبره پشت سر بابا و دو کلمه صحبت میکنه، پدر خودش رو راهنمایی میکنه، ارشادش میکنه. مهم اینه که انسان در دنیا برای آخرتش کار بکنه وقتی زنده هست، و الا بعد از مردنش هرچه هم برای او خیرات بکنن میرسه به او، و اما ارزش این رو نداره که خودش با دست خودش انفاق کرده باشه. حتما این روایت شریف رو شما سروران عزیز مستحضر هستید و شنیدید که یه شخصی وصیت کرد در زمان پیامبر خدا که بعد از مردن من انبار خرمای من رو پیامبر خدا با دست خودش بین فقرا توزیع کنه. از دنیا رفت و پیامبر خدا هم همین کار رو کردن. دیگه آخر کار بود، کار به همه خرماها رو توزیع کرده بودن. یه شخصی اومد به پیامبر عرض کرد یا رسول الله خوشا به سعادت فلانی که خرماهای او توسط شما مشت مشت بین فقرا توزیع شد، چه سعادتی. پیامبر خدا نگاه کردن اطراف یه خرمای خشکی یه گوشه‌ای بود، رفتن اون خرما رو آوردن رو دست گرفتن، فرمودن اگر اون شخص این خرما رو با دست خودش در راه خدا انفاق می‌کرد، ثوابش بیشتر از این بود که من انبار خرمای او رو در راه خدا انفاق کردم. خدای متعال از ما می‌خواد که تو این دنیا با حب نفس، با این همه گرفتاری ها، با حب دنیایی که داریم، با شیطانی که داریم، بتونیم پا رو اینها بگذاریم در راه خدا انفاق کنیم، از جوانی خودمون، از ثروت خودمون، از آبروی خودمون برای خدا بگذاریم. اینه که برای خدا مهمه، و الا ثروت ما که در برابر ثروت خدای متعال چیزی نیست و
از این ثروت خدا نفعی نمیبره. بنابراین گاهی فرزند هست که پدر خودش رو نصیحت میکنه، گاهی هم قرآن کریم نمونه های متعددی بیان میکنه که پدر است فرزند خودش رو نصیحت میکنه، مثل سوره لقمان: یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. سوره لقمان رو حتما با دقت بخونید، آیات زیبای اون رو تدبر کنید و در معنای عمیق اون یه مقدار بیشتر دقت داشته باشید. خیلی زیبا لقمان فرزند خودش رو نصیحت میکنه، سلسله مراتب رو رعایت میکنه، نصایح اعتقادی، بعد نصایح عبادی و بعد نصایح اخلاقی، بسیار بسیار زیبا. همون چیزی که امروزه من احساس میکنم تو جامعه ما کمرنگ شده، این نصیحت‌های همراه با محبت از سوی پدر نسبت به فرزند، برادر نسبت به برادر. قدیما این یه مقدار بیشتر رنگ داشت و پدرها بیشتر با بچه‌هاشون صحبت می‌کردن و این مطالب زیبا رو انتقال می‌دادن. اما گرفتاری‌های زندگی که امروزه ما با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم، این ارتباط‌های عمیق و زیبا رو یه مقدار کم رنگ کرد. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. از مسئله شرک، مسئله اعتقادی شروع می‌کند که بزرگترین گناه شرک است که خدا این گناه رو نمی‌بخشد. یا بنی انها ان تکو مثقال حبه فی السماوات او فی الارض. اگر ذره کار نیک یا بدی که انجام دادی هر کجای عالم باشه، یأت به الله ان الله لطیف خبیر. یه ذره کاری که انجام دادی فکر نکن از نگاه خدا مخفیه، خوب و بد خدای متعال پاداش میده، روز قیامت همونو برات حاضرش میکنن. یک ذره کار خوب یا بد یک جای عالم پیش خدا پنهان نمیماند، یأت به الله، خدا همون رو حاضرش میکنه. بعد کم کم وارد مسائل عبادی میشه، عرض کردم سلسله مراتب داره. یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نه عن المنکر. نماز رو اقامه کن، نه نماز رو بخوان. نه، خوندن نماز راحته، اونچه که سخت است اقامه نماز است. اقامه نماز یعنی نماز با حضور قلب، نماز با توجه، نمازی که برد داره، نمازی که اثر داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی. نمازی که انسان احساس بکنه بعد از اون به خدا نزدیک شده و از شیطان و حب دنیا فاصله گرفته، اینو میگن اقامه نماز. اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. دستور به صبر میده، فرزندش رو بعدم میاد وارد مسائل اخلاقی میشه. یا بنی لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. پسرم مبادا با گردن فراز، با سرفرازی، با افتخار، با غرور و تکبر تو جامعه را بری در بین مردم، مبادا این چنین رفتاری داشته باشه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست نداره آدمای مغرور و متکبر رو. پسرم همیشه متواضع باش. ببینید، پدر است که فرزند رو نصیحت میکنه. اینم نکته دوم که عمومیت مسئله ارشاد و هدایت، تنها یک قشر خاصی مسئول امر به معروف، نهی از منکر و دعوت مردم به سوی خیر نیستن، همه نسبت به هم مسئولیم. نکته سومی که هست و از همه مهمتره، ابزار امر به معروف و نهی از منکره، ابزار هدایته. این خیلی مهمه. از اصل مسئله هدایتگری این مسئله مهمتره که شیوه باید شیوه همراه با لطف و محبت باشه. قرآن کریم میفرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک. اولین و مهمترین شرط هدایت این است که هادی به معروف آدم با مهر و محبتی باش، با اخلاق، با اخلاق حسنه با مردم رفتار بکنه. قرآن کریم میفرماید این رحمت خداست به سوی تو که تو با مردم لین الکلام داری، زیبا صحبت میکنی، با مهر و محبتی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اگر سفت و محکم بودی، اگر قلب سختی داشتیم و خشن بودی، لن فضو من حولک، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن، از دست تو فرار می کردن. پس بنابراین اگر کسی بخواد تو میدان تبلیغ
تو میدان هدایت موفق باشه، شرط اول و شرط اساسی اون مهر و محبت است. لین است به تعبیر قرآن، لین یعنی نرمی، به نرمی باید گفت، با مهر و محبت باید گفت تا اینکه اثر داشته باشه. پیغمبر خدا سراسر زندگیشون همراه با این رحمت بود، همراه با این مهر و محبت بود. اگر نظر سروران عزیز باشه در فراز دیگری از این زیارت جامعه که معدن الرحمه بود، که اهل بیت علیهم السلام معدن رحمت هستن، نمونه هایی از رحمت اهل بیت علیهم السلام و جدشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در مسئله تبلیغ گفتم. یه شخصی رو آوردن پیش پیامبر از اسرای بدر بود، اسمش سهیله. این شخص خطیب و سخنور قریش بود، یعنی مردم رو بر علیه پیغمبر میشوراند. اینو گرفتن تو بدر اسیرش کردن، آوردن پیش پیامبر که یا رسول الله این رو هم ما میخواییم بکشیم. پیامبر خدا فرمودن نه، با او چنین رفتاری نکنید، نکشیدش. به هر حال او خطیبی سخنور است، آگاه، عالم. پیامبر او رو دعوت به اسلام کردن، نپذیرفت. پیامبر فرمودن رهاش کنید، آزادش کنید بره، خونبهاشو بگیرید، به اصطلاح فدیهشو بگیرید و رهاش کنید. گفتن یا رسول الله، اصحاب پیغمبر گفتن این الان برگرد مکه دوباره از نو شروع میکنه بر علیه شما کارشکنی کردن، لااقل اجازه بدید ما آزادش میکنیم، فرمایش شما رو امتثال میکنیم، ولی لااقل اجازه بدید که ما این دوتا دندونهای پیشین او رو بکشیم، دندوناشو بکشیم که وقتی بخواد سخنرانی بکنه نتونه به اون قشنگی مثل اول خطابه بخونه. اون زمان هم که مثل حالا دندون مصنوعی و اینها نبود، خب قطعاً دیگه نمیتونست مثل اول حروف رو ادا کنه، قشنگ صحبت کنه. پیغمبر فرمودن هرگز به شما چنین اجازه ای نمیدم و حق ندارید با او این رفتار رو داشته باشید. اگر شما با او اینطور رفتار کنید، دشمنان شما هم با شما همینطور رفتار میکنن. ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، شما بپرهیزید از مصلح کردن مردم، حتی مشرکین، و حتی نسبت به یک سگی که عقور است، سگی که ولگرده، مبادا یک سگی رو چنین رفتاری باهاش داشته باشه. تا چه رسد به این که انسانی هست و خطیب است و رهاش کردن رفت. اما این بزرگواری رو که از پیامبر خدا دید، چند ماه بعد برگشت، آمد پیش پیامبر و گفت من رفتم بررسی کردم، دیدم اسلام دین رحمت است، دین مرحمت است، و آمدم خدمت شما مسلمان بشم. مسلمان شد و یکی از خطباء اسلام شد، در رکاب پیامبر خدا شمشیر میزد و خطبه میخوند به نفع مسلمان ها. این اثر اخلاقه، اخلاق انقلاب در دل افراد ایجاد میکنه. این که قرآن کریم میفرماید ید خلون فی دین الله افواجا، مردم دنیا فوج فوج میامدن دور پیغمبر خدا جمع میشدن، مهمترین عاملش اخلاق پیغمبر بود. پس نکته اول در بحث هدایتگری مسئله اخلاق، لطف و رحمت، و نکته دوم ایجاد قناعت، ایجاد باوره. یعنی این کسی که راه خطایی رو داره میره، اگر بتونیم او رو قانع کنیم که این راه راه خطایی است، باور کنه راه درست راه دیگری هست، اون وقت میتونیم موفق باشیم. اما نصیحت‌های سطحی، نصیحت‌هایی که در اون استدلال و برهان نیست، غالباً اثر دراز مدت نداره، اثر عمیق نداره. و این منطق قرآن اتفاقاً، و این منطق اهل بیته، روش اهل بیت هم این گونه بوده است. قرآن کریم می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نوشته شده بر شما روزه. و این جالبه که قرآن هر وقت میخواد به مسئله سختی اشاره کند، نمیفهمد کتب نامه برای شما نوشتیم، من خدا بر شما فرض کردم، میفهمد بر شما نوشته شده، چون در اون سختی هست، گرفتاری هست. جهاد همینطوره، جهاد در راه خدا، جانش رو انسان باید بگذاره در طبق تقدیم کنه درگاه خدا. میفهمد کتب علیکم القتال، نوشته شده بر شما جنگ. همینطور میفهمد کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده. البته شما تنها نیستید، کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلی ها هم این سختی ها رو به خودشون میدادن، اما ثمرش برای شماست، لعلکم تتقون. به خاطر اینکه
روحیه تقوا رو در دل شما بارور میکنه. لعلکم تتقون، به تقوا برسید. از این لعلکم ها در قرآن کم نیست. فلسفه احکام، علل احکام رو خدای متعال بیان میکنه. برای چی؟ برای اینکه شخص بدونه خب این اثرش بر منه. شخص اومد محضر پیامبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من عمل منافی با عفت انجام میدم و هیچ وقتم نمیتونم از این کار دست بردارم، لا طاقت لی عن الزنا. اصحاب پیغمبر ناراحت شدن که عجب، چقدر این جوان گستاخه. آمده به پیغمبر به صراحت میگه من گناه میکنم، دست از گناه هم بر نمیدارم. خواستن تعدیبش کنن، پیغمبر فرمود نه، این شیوهش نیست. بشین جوان، بیا بشین با هم یک چند کلمه صحبت کنیم. آمد نشست. پیامبر خدا فرمودن که بگو ببینم آیا مادرتو در قید حیات؟ گفت بله. مادرت زنده است؟ بله. خواهر داری؟ بله. فرمودن که این عمل شنیع و زشت رو برای اونها میپسندی؟ خب جوان غیرتمندی بود. گفت لا یا رسول الله، نه اصلا نمیپسندم. فرمودن خاله و عمه داری؟ گفت بله. برای اونها این عمل رو میپسندی؟ گفت هرگز. بعد پیامبر فرمودن این کسانی که تو بخوای با او عمل منافی با عفت انجام بدی، برادران، همسران، فرزندان انسانهای غیرتمندی مانند خودت هستن. همون طوری که برای کسان خودت نمیپسندی این عمل رو، برای اونها هم مپسند. و بدون اونها غیرتمندانی دارن که از ناموس خودشون میخوان دفاع کنن و برای ناموس خودشون نمیپسندن. یه فکری کرد، گفت راست میگی یا رسول الله، همینطوره که شما میفرمایید. و بلند شد رفت، در حالی که بدترین و زشت‌ترین عمل نزد او همون عملی بود که اون گرفتارش بود. ببینید پیغمبر او رو قانع کرد، او رو به باور رسوند. این خیلی مهمه که انسان وقتی میخواد یه جمله‌ای رو به کسی بگه، قبلش ارزیابی کنه، بررسی کنه چه راهی میتونه اثر بیشتری داشته باشه. اومد محضر امام سجاد علیه السلام، گفت یا رسول الله، من یا ابن رسول الله، من خیلی گناه میکنم و نمیتونم دست از گناه بردارم. شنیدید لابد که حضرت فرمودن لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت. من چند تا کار میگم اینا رو انجام بده، بعد برو هر چی میخوای گناه بکن، هر چقدر میخوای برو گناه کن، ولی این چند تا کاری که میگم انجام بده. یک، روزی خدا رو نخور، بعد برو گناه کن. میتونه انسان روزی خدا رو نخوره؟ نفسی که ما میکشیم روزی خداست. فرمودن اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت. پای گناه کنی باشه، اما برو توی ولایت دیگری که مال خدا نباشه. تو ولایت خدا، در تحت سرپرستی خدا گناه نکن. اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت. بعد فرمودن که وقتی نکیر و منکر میان، یا اون وقتی که ملائک گرفتن جان تو میان، اگر میتونی جان به اونها ندی، برو هر چقدر که میخوای گناه کن. و در پایان فرمودن اون وقتی که خازن مأمور جهنم میخواد تو رو تو آتش جهنم بیاندازه، میتونی باش مقابله کنی؟ میتونی پنجه در پنجه او بگذاری و با او مقابله کنی؟ باشه، عیبی نداره، برو گناه کن. اون شخص دید حرف امام سجاد علیه السلام کاملا منطقیه و اونگونه که حضرت میگه انسان در تمام ابعاد تحت سیطره الهی و مشغول تنعم از نعمتهای متنعم به نعمتهای خداست، پس عقل اقتضا میکنه با خدا کارشکنی نکنه. این هم باورسازیه. حالا برمیگردیم سراغ اصل زیارت جامعه و این خطابی که به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داریم. السلام علی ائمه الهدى. هرچه هدایت است در عالم از طریق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. هرچی هدایت نابه، هرچی سخن ارزشمند است در خونه محمد و آل محمد است. امام صادق علیه السلام به دو نفر راوی فرمودن شرقا او غربا، فلن تجدا علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. برید بگردید شرق تا غرب عالم رو، اون علمی که شما رو به سعادت میرسونه. البته علوم در عالم زیاده که زمینه به هر حال سعادت دنیوی انسان رو فراهم میکنه، اما اون چی که مهمه اینه، سعادتی که سعادت جاودانه است، سعادتی که آخرت انسان رو هم تضمین میکنه، و علم حقیقی که نور در خانه اهل بیت علیهم السلام. فرمودن شرق و غرب عالم رو بگردید، علم صحیح میخواید در خونه ما،
اهل بیت پیدا می شود، ائمه الهدا این بزرگواران هستند. دیگران جای این بزرگواران رو گرفتن، بر کرسی اهل بیت نشستن، به جای پیغمبر تکیه زدن، در حالی که هیچ هدایتی نداشتن، خودشون بهره از هدایت نداشتن تا اینکه بخوان دیگران رو هم هدایت بکنن. و این بزرگترین ظلمی بود که به جامعه بشریت شد. انما انت منذر، قرآن میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو انذار دهنده‌ای و هر قومی هدایتگری دارد. اهل بیت علیهم السلام فرمودند، تر روایاتش رو غیر شیعه هم نقل کردن، که پیامبر خدا فرمودند انا المنذر و علی الهادی، من منذر هستم و امیر المؤمنین علی علیه السلام اون هدایتگری هست که قرآن بیان میکنند. شبها می اومد کنار قبر زهرا، عشق می ریخت، گاهی هم می رفت کنار چاه و با چاه درد دل می کرد. الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عمرم بهارم را گرفتن، میان کوچه ها با ضرب سیلیم، همه دار و ندارم را گرفتن. گاهی هم می اومد کنار قبر زهرا، عشق می ریخ لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الممات قلیل و ان افتقادی فاطمن بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. فاطمه جان، پیغمبر خدا را از دست دادم، اما تمام دلخوشیم به تو بود، حالا بعد از فراق تو چه کنم؟ روزها حضرت در خانه بودن، اومدن گفتن آقا بیایید بیرون، تشریف بیارید، دیگه کافیه غم و غصه در فراق زهرا. شاید زیر بغلای مولا رو گرفتن از خانه بیرون بیارن، اما همین که کنار در نیم سوخته رسیدن، داد مولا بلند شد، فرمودن سلمان نگاه کن ببین بین همین در و دیوار زهرامو شهید کردن. والاثر الباقی کمثل الدملجیم فی عضد الزهراء اقوى الحجج والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألوك و ندعوك و نتقرب اليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة یا محسن و به حق الحسن، یا ذل احسان به حق الحسین. خدا یا ظهور و فرج امام زمان نزدیک بگرد، قلب مطهرشون از ما راضی و خوشنود بدا. در دنیا زیارت اهل بیت، در آخرت شفاعت اهل بیت، قسمت و روزی ما بگردان. گذشتگان از این جمع غریق دریای رحمتت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و سلام. یا حسین یا حسین.